سلام گایز، چطورید بچه ها؟ خیلی خیلی خوش اومدین به ویدیو امروزمون که بالاخره روز موعود فرا رسید و قرار راجع به توبه شدن باهاتون صحبت کنم. خیلی خیلی وقته که قول این ویدیو رو بهتون دادم، ببخشید که دیر شد. راستش بخواد هی تنبلی میومد، ولی دیگه امروز از مامو جذب کردم، سرفصلمو نوشتم که بیام و در مورد یوتیوبر شدن و کلا فضای یوتیوب باهاتون صحبت بکنم. خب بچه ها، خیلی فوری فوتی میریم سراغ اصل مطلب. من قبل از اینکه بیام این ویدیو رو بگیرم، کلی ویدیوهای ایرانی و خارجی که در مورد یوتیوبر شدن صحبت میکردن نگاه کردم که بیام بهتون یه سری مطالب جدید سعی کنم بگم، چیز تکراری که تو همه ویدیو میبینید نگم. بهترین ویدیویی که دیدم ویدیوی رسول دیواکس بود، اگه ندیدین اونم حتما برید بعد این ویدیو ببینید، ولی ویدیو رو تا آخر نگاش کنید. خب بچه‌ها، یوتیوبر شدن، بذارید اینجوری براتون توضیح بدم. یعنی میخوام اینجوری شروع کنم که یه سری از همکارای من، حالا نه یوتیوبرا، بیشتر بلاگرای اینستا، جوری رفتار میکنن که کار ما کار معدنه، سخت‌ترین کاری که موجود روی کره زمینه یوتیوبر بودن و بلاگر بودن. آقا اینجوری نیست. من نمیگم که کار ساده ایه، ولی کار اونقدر سختی هم که بعضیا وانمود میکنن نیست. صبح به صبح ما بلند نمیشیم بریم بیل بزنیم. به هر حال تو خونه ای میتونی شاید راحت تر باشی، به کارهای دیگه هم میرسی، ولی کار تمام وقتیه. ولی اگر که بخوای برش درآمد و اینا در نظر بگیری، کار تمام وقتیه. مثلا اینجوری نیست که شما کار خودتو بتونی داشته باشی و مثلا اینم داشته باشی. اگر که بخوای از این به درآمد خیلی خوب برسی، باید روش زیاد وقت بذاری. خب مثلا هر کار دیگه، هر چی وقت بذاری آش میخوری. پس نکته اولی شدش که اگر من که شیم بادی دارم، خجالتیم، اعتماد به نفسم حالا اون اولا کم بود، تونستم یوتیوبر بشم و به درآمد خوب برسم، همه دنیا میتونم. پس کار سختی نیست، تتایی کار آسونی نباشه، سخت هم متوسطه. این از سختی کار که خب براتون توضیح دادم. بیشتر بچه ها سختی یوتیوبری روح و روانتونه، میدونی؟ یعنی من روانم داغون شد. شما خودت داری ویدیو میذاری و با دست خودت میگی بچه ها بیاید منو نگاه کنید، همگی بیاید منو جاج کنید، من دارم ویدیو منتشر میکنم، پس همه میتونن برای من کامنت بذارن، مگه اینکه همه کامنتاتو ببندی که توضیح نمیشه، الگوریتم پیجتو میاری پایین. پس روح و روانتو گذاشتی وسط، اینجوری اینطوری، این روح و روانته، همه میتونن بهش مشت بزنن، اتفاقی که بر من افتاد. ولی خب در کل باید علاقه هم داشته باشی. من چون خیلی علاقه داشتم تونستم خودم رو جمع جور کنم. راجع به درآمد یوتیوبری، بچه‌ها درآمد یوتیوبری من توی تایتلم نوشتم، من دوست ندارم رویا فروشی کنم، من دارم واقعیت رو بهتون میگم. این که من نوشتم مستحق 50 میلیونه به خاطر اینکه درآمد 1000 دلار روی یوتیوب یک درآمد خیلی خیلی عادی محسوب میشه. یعنی اصلا رسیدن به درآمد 1000 دلار کار سخت و شاقی نیستش. نه اینکه یوتیوب زیاد پول میده، بچه‌ها یوتیوب اتفاقا کم پول میده. یعنی شما اگه آمریکا کانادا بخوای زندگی کنی، با 1000 دلار قبضات هم نمیتونی پرداخت کنی. این اصلا درآمد پیش پا افتاده محسوب میشه. منتها خب متاسفانه ارزش پول ما پایینه. 1000 دلار وقتی میاد تو ایران میشه 50 60 میلیون. یعنی یه درآمد خیلی خوب، درآمدی که مدیر عامل باید داشته باشه. من خودم شخصا از یوتیوب 200 میلیون هم گرفتم که براتون اسکرینش هم میذارم. یوتیوب درآمدش به هر حال به دلار آمریکاست و بهتره. ولی بچه‌ها اگر که شما روی اینستام بخواید فعالیت کنید و بلاگر بزرگی بشید، درآمد اونم خوبه. منتها قضیه اینستا اینه که شما باید صبر کنید که بیان بهتون تبلیغ بدن که پول بگیری و درآمد داشته باشی. منتها یوتیوب بر اساس ویو به شما پول میده و خب خیلی بهتره دیگه، چون منتظر کسی نیستی، کارفرمات یوتیوبه، کارفرمای دیگه ای نداری. و یه مسئله دیگه ای هم که هستش، درآمد یوتیوب اون مقدار پولی که بر اساس ویو بهت میده ثابت نیست. بعضی ماها خیلی کم میشه، مثل ماه ژانویه و فوریه و جولای. بعضی ماها خیلی زیاد میشه، اون ماهی که من بهتون براتون اسکرین شاتشو گذاشتم، ماه دسامبر بود. ماه دسامبر خیلی درآمد خوب میشه، ماه آگوست نسبتا درآمد خوب میشه. و این باید باش کنار بیای. مثل اینه که شما یه شغل آزاد داری، کارمند نیستی که کسی به تضمین بده که حتما ماهی 10 میلیون تو داری. همچی چیزی نیست. ممکنه یه ماه تو یوتیوب 200 میلیون در بیاری، یه ماه تو یوتیوب 15000 تومان در بیاری و اصلا مشخص نیستش. پس اینم که از درآمد خوبیه. یعنی درآمدی که ارزششو داره که شما بخوای پا توی این مسیر بذاریم. اوکی، چه جوری شروع کنیم بچه‌ها؟ اینکه چطوری شروع کنیم، یه چیزی بهتون بگم، هر موضوعی، هر تایتلی، اصلا هر چیزی که شما میخوای روی خود یوتیوب به فارسی و انگلیسی موجوده. شما سرچ کن چطوری تامنیل بسازم، چطوری تایتل بزنم، چطوری چنل بسازم، چطوری چنلمو برند کنم. چه به انگلیسی سرچ کنی، چه به فارسی سرچ کنی، چه به هر زبانی سرچ کنی، یک عالمه ویدیو خوب و با آموزش خیلی خیلی دقیق
دقیق روی یوتیوب هستش که ما خودمونم از اونجا یاد گرفتیم. پس شما یک دونه پکیج آموزشی نمیخری و به این دقت کن که یوتیوبرای بزرگ، حالا اونا که هیچی، حتی زمان منم که من 2-3 سال پیش شروع کردم هیچ پکیج آموزشی نداشتن، اصلا پکیج آموزشی یوتیوب هنوز نیومده بوده. پس ماها چیکار کردیم؟ پس اونا چیکار کردن؟ یوتیوبرای 400-500 کایی ما چیکار کردن؟ و نکته دیگه اینه که اون کسی که داره به شما پکیج یوتیوب میفروشه خودش چنل یوتیوب نداره که ما بریم ببینیم آقا این 10 تا ساب داره روی یوتیوب، باشه پس تو رو میتونه مانیتایز کنه. اصلا پکیج رو بریز دور. من یه بار برای یکی از پیجایی که پکیج میفروختن کامنت گذاشتم، گفتم که آقا داداش لازم نیستش کسی پکیج داشته باشه، شما دارید چرا برمیفروشید. من خودم موفق شدم و اصلا بریز دور. و یارو بر من ریپلای کرد که وای نه حالا شما شاید موفق شدی، خیلی به آموزش حرفه‌ای و فنا نیاز داره، بیا برو گم شو. گم شو فرار کن. پس اینم که از این که بخوای چجوری شروع بکنی رو هر سوالی که داشته باشی روی خود یوتیوب جوابش هست، لازم نیست بری بیراه دنبال جواب سوالاتت بگردی. فقط یه چیزی که بهتون بگم اینه که خب اینو حتما خیلی جا شنیدید ولی منم باز میگم، برای اینکه به درآمد برسون چنل یوتیوب تو باید به 1000 عدد سابسکرایبر یا 4000 ساعت واچ تایم ویدیوی لانگ برسی. ویدیوی لانگ ویدیوییه که فرمتش به این شکل بیشتر از 1 دقیقه است. ویدیوی شورت ویدیوییه که فرمتش به شکل عمودیه و کمتر از 1 دقیقه. 1000 تا سابو که میخوای، هیچ 1000 تا ساب کنار. 4000 ساعت واچ تایم ویدیو لانگ یعنی چی؟ یعنی شما ویو های ویدیوهای لانگت ضرب در دقایقش بشه 4000 ساعت یا 240000 دقیقه، یا 1000 تا ساب و 10 میلیون ویو شورت توی 3 ماه. برای اون 4000 ساعت واچ تایم لانگ شما 1 سال وقت داری، ولی واسه 10 میلیون ویو شورتت 3 ماه وقت داری که روی بستر یوتیوب فارسی زبان همچین اتفاقی نمیفته. من توصیه نمیکنم شما با ویدیو شورت بخوای مانیتایز کنی. ویدیو شورت به درد نمیخوره که شما ساباتو زیاد کنی، یعنی خوبه که هم ویدیو شورت داشته باشی هم ویدیو لانگ، اینا رو پایا پای کنار هم بیاری بالا که از ویدیوهای لانگت واچ تایم که لازم داری رو بگیری، از ویدیوهای شورتت سابسکرایبر که لازم داری رو بگیری. ولی در کل یوتیوب شما رو به یکیش میشناسه، یا لانگ کانتنت کریئتوری یا شورت کانتنت کریئتوری، که برای درآمد بهتر توی ایران تو بستر یوتیوب فارسی زبان بهتره که لانگ کانتنت کریئتور باشی، به خاطر اینکه ویدیوهای شورت کمتر پول میدن ولی ویوشون بیشتره. ولی خب کلن بین فارسی زبان ها ویو کمه نسبت به یوتیوب انگلیسی زبان و گلوبال. میدونی چی دارم بهت میگم؟ یعنی اونجا شورت کانتنت کریئتورها خوب پول در میارن. چرا؟ بخاطر اینکه ویو حساب کتاب نداره، یهو 30-40 میلیون تا ویو میخورن، ولی همچین ویو ما تو یوتیوب فارسی نداریم. پس اگه میخوای فارسی کار بکنی بهتره که ویدیوهای لانگ بیشتر بذاری. حالا اصلا هرچی که سلیقه و استایل خودت ها، من از نظر درآمدی و اقتصادی دارم میگم. چی بسازیم بچه‌ها؟ چی بسازیم خیلی مهمه. هر چیزی که میخوای شروع کنی، هر چیزی که میخوای باهاش فعالیت تو روی یوتیوب استارت بزنی، یه اصطلاحی داریم توی یوتیوب میگن آشغال بساز. نه اینکه این اصطلاح بد باشه، یه مخاطب عام ما داریم یه مخاطب خاص. بچه ها مخاطب خاص یعنی که شما کارت چیه؟ شما مثلا یه چیز خاصی، مثلا آموزش، این که این کاتر اگه خراب شد ما چیکار کنیم. این یه مخاطب خاصی داره، چند نفر میخوان کاترشون درست کنن، چند نفر کارشون فنیه. ولی یه وقت شما ویدیو سرگرمی میذاری همه نگاه میکنن، اون میشه مخاطب عام. خب شما با هر کاری که داری میکنی باید برای مخاطب عام بسازی. البته بازم میگم من اینجا فقط دارم از نظر اقتصادی صحبت میکنم باهاتون. یه نفر هست میگه که آقا من اصلا دوست دارم برای مخاطب خاصم بسازم، دوست دارم مردم آگاه کنم نسبت به کاری که دارم میکنم. اون بحثش جداست، خب بکن هر کاری دوست داری بکن. ولی اگر که برای پول و درآمد به عنوان شغل داری به یوتیوب نگاه میکنی، یعنی از کارت استعفا بدی هیچ کار دیگه‌ای نکنی و کار یوتیوب داشته باشی به عنوان منبع درآمد، من دارم الان اینجا صحبت میکنم. اگه کارت فتوشاپه، میای معمولی ترین سرفصل‌ها رو می‌نویسیم. چطوری بک‌گراند ویدیو رو عوض کنیم؟ چطوری روی ویدیو متن بذاریم؟ چطوری روی عکس اسکرین کنیم؟ چطوری فتوشاپ ویدیو؟ چطوری بک‌گراند عکس رو عوض کنیم؟ چطوری روی عکس نوشته بذاریم؟ می‌دونی؟ نمیای یه ادیت خیلی سخت اینجوری رو یاد بدی. کاری رو یاد میدی که همه می‌خوان ببینن. اوکی؟ هر آموزشی که داری، هر چیزی که داری، یه چیزی درست می‌کنی که ساده‌ترین و بیسیک‌ترین حالت ممکن باشه. ویدیو باید جذاب باشه و جنبه سرگرمی هم داشته باشه. بچه‌ها متاسفانه روی کامیونیتی فارسی زبان مردم هنوز به این درک نرسیدن که سرگرمی، خود سرگرمی یک صنعت خیلی خیلی بزرگه و خود طنز یک مفهومه. یعنی هر کسی که داره ویدیوی خنده‌دار می‌ذاره دل شما رو شاد می‌کنه صرفاً دلغک نیست توی مجازی. ببخشید بچه ها، آره داشتم میگفتم بهتون. و کسی هم که ویدیوهاش حالا بار علمی نداره و صرفا داره روزمرگی میذاره، ولاگ میذاره، همین ویدیوهایی که این روزا ترند
بلندر رو میذاره صرفا عوضی آشغال کثافت مفخوره بیت بیت نیست. سرگرمی خودش صنعت بشه. سرگرمی خیلی چیز مهمیه. توی جهان الان اینجوریه. همه آدما دنبال اینن که سرگرمی‌های جدیدو درست کنن برای بقیه، یا اینکه اگر که آدمی هم هستی که حالا نمیخواین کار بکنی، آدمی هستی که دنبال سرگرمی هستی. از صبح تا شب در کاری، مدرسه‌ای، دانشگاهی، با این و اون سر و کله می‌زنی، با فلانی دعوات شده. می‌خوای یک لحظه مغزت راحت بشه و میای میشینی اکسپلور چک می‌کنی. اکسپلور چک کردن به خیلی باعث آرامششون میشه برای خیلی‌ها. پس چی بسازیم؟ هم چی شد؟ شما ویدیوهای ساده، همه پسند و با سرگرمی میسازی. هر کاری که داری آموزش میدی، حتی اگه داری موسیقی آموزش میدی، نمیای چیزای عجیب غریب و خیلی کسی که مخاطبش کمه رو آموزش بدی. از کجا یاد بگیریم؟ هم که بچه گفتم بهتون، یوتیوب بزرگترین معلمه، نه فقط برای اینکه تو بخوای یوتیوب رو شروع کنی، هر چیزی. میخوای آشپزی یاد بگیری، میخوای میکاپ یاد بگیری، میخوای چینیون مو یاد بگیری، میخوای ناخن کاشتن یاد بگیری، میخوای یوتیوب شروع کردن یاد بگیری، میخوای زبان یاد بگیری، هر چی میخوای یاد بگیری، بهترین استادا رایگان دارن روی یوتیوب آموزش میدن. استادایی که اگه تا 3-4 سال پیش میخواستی بری کلاسشون، خدا تو هم پول میدادی، شاید تو شهر تو نبودن، شاید در دسترس نبودن. اونا همه الان رایگان روی یوتیوبن. اصلا از اون بگذریم، استادای بین المللی روی یوتیوبن. یعنی شما اگه یه ذره زبانت خوب باشه به انگلیسی سرچ کنی، برجسته ترین اساتید دارن همه چیزو آموزش میدن و اصلا بهترین و بزرگترین مدرسه و دانشگاه یوتیوب. خیلی از من پرسن که یوتیوب یا اینستا. انتخاب من یوتیوبه، چون پلتفرم خیلی حرفه‌ای تریه برای اینکه حتی شما یه آرشیو از ویدیوهات داشته باشی برای خودت، نه اینکه اصلا بخوای مخاطبم جمع کنی. خیلی خیلی پلتفرم حرفه‌ای تر و درست حسابی تریه و کلن از نظر اینکه چه شما بخوای گشت بزنی، اکسپلور گردی کنی، یوتیوب بهتره. چه شما بخوای فعالیت کنی، بازم یوتیوب بهتره. هم درآمدش بهتره، هم سطحش بالاتره، هم حرفه‌ای تره و هم به نظر من از اینستا کلن فضای جالب تریه. نمیدونم چرا، به نظر من جالب تره. ولی خب اینستام به هر حال بستریه که موجوده و خیلی دارن هزار برابر ما که یوتیوبریم از تو اینستا درآمد در میارن. میدونی شما باید ببینی که خودت چی برات مناسبه. میدونی یه راه نیست برای موفقیت شدن، به تعداد آدما راه هست برای موفق شدن. اگه من اینجوری موفق شدم، تو ممکنه یه جور دیگه موفق بشی. تو ممکنه اصلا نه یوتیوب نه اینستا، تو ممکنه تیک تاکر بشی، اصلا ممکنه تو فضای مجازی نخوای باشی، باید بری بیرون که موفق بشی. میدونی یه نسخه واحد نمیشه برای همه پیچید، ولی خب انتخاب من یوتیوبه. در نهایت هم نوشتم که یوتیوبری آری یا خیر. بچه‌ها کف ترازو دیگه، تو باید بذاری ببینی که آیا میتونی مثلا کشششو داری از نظر روحی روانی که این همه مثلا نظر روت باشه، کامنت منفی. بچه‌ها سلینا گومز یه مقدار چاق شد، صافش کردن. صاف یعنی شما که در حالا سطح خیلی خیلی کوچیکتری داری فعالیت میکنی، به عنوان یه یوتیوبری که مخاطب داری، اجازه نداری که رنگ موتو عوض کنی، اجازه نداری که یه وقت چاق بشی یا لاغر بشی، یا اجازه نداری جوش بزنی. جرت میدن مردم، جدی دارم بهت میگم، یعنی واقعا کاری به روزت میارن که بشینی حق حق تو اتاقت گریه کنی. این حالا صرفا یه درد دل خودم بود، نمیخوام بترسونمتون. نه خیلی وقتا مردم خیلی مهربونن، همون قدری که میتونن کامنت منفی بدن، همون قدر میتونن باهات مهربون باشن و روزتو بسازن و زندگی تو برات بسازن. به هر حال تو به مردم مدیونی، داری براشون کار میکنی، ویوهای اوناست که داره بهت پول میده و مجبوری که حرفشونو بشنوی و چیزی هم نگی. نهایتا ناراحت بشی، ولی به اونا نمیتون چیزی بگی. یعنی چی دارم بهت میگم؟ بچه‌ها یوتیوبری شغل خوبیه، ولی همون چیزی که توی پارت قبل گفتم، یه نسخه واحد نمیشه برای همه پیچی. به هر حال شما باید راه زندگی خودتو پیدا کنی. ولی من پیشنهادم به همه اینه که اگر که شما راحت اینه که سالن آرایشگاه داری، بساز بفروشه کارت، نمیدونم خونه بازسازی میکنی، کابینت سازی، ناخونکاری، آرایشگری، چی کاری، هر کاری که داری، الان یه پیج یوتیوب و پیج اینستا داشتن در کنار اون کارت برای بیزنست، برای رشد دادن کارت الزامیه. هر کسی که چنل یوتیوب داره، هر کسی که پیج اینستا داره، یوتیوبر و بلاگر نیست. و شما هر کسب و کاری که داری، دنیای امروز واقعیتش همینه، مجبوری که اون کسب و کارتو تو فضای مجازی هم بیاری به خاطر اینکه اینطوری گسترشش بدی. این اصلا واقعیت این دور زمان است و هر چی زمان میره جلوتر این قضیه بولدتر میشه. یعنی اصلا چیزی که نمیتونی از زیرش در بری. پس کانال یوتیوب هر شغلی که داری بزن، ولی اینکه یوتیوبر بشی یا نشی انتخاب بخواد.
همین دیگه بچه ها، این هم از این ویدیو. خیلی ممنون که ویدیو تا تماشا کردید. هر سوالی که در مورد یوتیوبری و یوتیوبر شدن و اینا داشتید و میتونید تو کامنت ها برام بنویسید. حالا من اگر که دلتون خواست یه ویدیو دیگه میذارم که خب اوکی حالا ما یوتیوبر شدیم، حالا چیکار کنیم، حالا آیا مثلا چنلمون چجوری مانیتایز بکنیم، چجوری درآمدمون رو نقد بکنیم و همه اینا، چطوری ویومون رو بیشتر بکنیم، اینا خیلی مهمه. حالا من این ویدیو بیشتر در مورد شروع براتون توضیح دادم، ولی یه ویدیو دیگه میذارم برای اون بچه‌ای که حالا یوتیوبر هستن، شاید یوتیوبر تازه کارن و بخوان اطلاعات داشته باشن. به هر حال شما هر سوالی که دارید از هر دو گروه که هستید تو کامنت ها بنویسید. خیلی خیلی دوستتون دارم. لاکو سابوکام برای حمایت از من فراموشتون نشه و تک ویدیو دیگه با سابو سوین. خدا نگهدار. تو کامنت ها میبینمتون. اینستا فراموش نکنید.